نیروی دریایی ایران در 30 نوامبر 1971 برابر با 9 آذر 1350 با برافراشتن پرچم شیر و خورشید در جزایر ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک حاکمیت ایران را بر جزایر سگانه خلیج پارس اعلام کرد. 52 سال پیش نیروی دریایی ایران طی یک عملیات آبی خاکی موفق شد تا حاکمیت ایران را بر 3 جزیره تنگه هرمز، یعنی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی، پس از 8 دهه اشغال توسط انگلستان بازگرداند. این عملیات تنها یک روز پیش از خروج نیروهای دریایی بریتانیا از خلیج پارس و تنها 2 روز پیش از استقلال امارات متحده عربی با توافق کامل با بریتانیا انجام شد. دولت‌های بریتانیا و ایران به مدت 3 سال درباره شرایط برقراری حاکمیت ایران بر جزایر سگانه تنگه هرمز مذاکره کرده و در نهایت به توافقی رسیدند که به عملیات آبی خاکی نیروی دریایی شاهنشاهی در تاریخ 9 آذر 1350 منتهی شد. الحاق دوباره این جزایر به خاک ایران این اطمینان را به بریتانیا می‌داد که از روند صادرات نفت از طریق تنگه راهبردی هرمز توسط شیخ نشین‌های جنوب شرق خلیج پارس اختلالی ایجاد نشود. در پی برگزاری آخرین دور مذاکرات ایران و انگلیس در روز 27 آبان 1350 برابر با 18 نوامبر 1971 در تهران با حضور شاه خلعتبری و افشار از سوی ایران و سر ویلیام و دستیاران وی از سوی انگلیس، طرفین بالاخره روی متن نهایی یادداشت تفاهم 1971 به توافق رسیدند. به موجب این یادداشت تفاهم مقرر شد نیروهای ایران پس از ورود به ابو موسی در نقاط از پیش تعیین شده مستقر و با به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در آن مسئولیت تأمین امنیت آن جزیره را عهده‌دار شوند. درباره جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک توافقی کتبی در کار نبود و 2 کشور به طور شفاهی تفاهم کردند که نیروهای ایرانی آن 2 جزیره را به طور کامل در اختیار گیرند. این در حالی بود که ایران اصرار داشت طرف انگلیسی موضوع تصرف ابو موسی به شرح پیش گفته را به حاکم شارجه ابلاغ کند و موافقت کتبی او را بگیرد. در این راستا عباس علی خلعتبری وزیر خارجه وقت ایران با نگارش نامه‌ای به همتای انگلیسی خود از او خواست که به شیخ شارجه بگوید که ما توافق کردیم در بخش‌هایی از جزیره ابو موسی مستقر شویم، اما چون حفظ امنیت جزیره با ایران است، اگر او کاری کند که امنیت آنجا مخدوش شود یا به نیروها و منافع ما صدمه ای وارد شود، کل جزیره را میگیریم. متعاقباً مقام مسئول انگلیس مراتب مزبور را به شیخ خالد ابلاغ و موافقت کتبی او را اخذ کرد. او در پای ابلاغیه یاد شده جمله من موافقم را نوشت و زیر آن را هم امضا کرده بود. او اضافه می کند که این موافقت کتبی در روز 7 آذر 1350 برابر با 28 نوامبر 1971 48 ساعت قبل از ورود نیروهای ایرانی به جزیره ابو موسی به ایران تحویل داده شد. در پی توافق ایران و انگلیس بر سر جزایر سگانه و اعلام کتبی موافقت حاکم شارجه با مفاد تفاهم 1971، نیروهای ایرانی در روز 7 آذر 1350 وارد جزایر تنب و ابو موسی شدند. این نیروها در ابو موسی مورد استقبال برادر حاکم شارجه قرار گرفتند، اما در تنب بزرگ از پشت به آنها تیراندازی شد. این درگیری در جریان تصرف آن جزیره خللی در انجام عملیات ایجاد نکرد و تفنگداران دریایی ایران بعد از گشودن آتش متقابل و تسلیم پلیس مستقر در جزیره به طور کامل در آن استقرار یافتند. روز بعد از استقرار کامل نیروهای ایرانی در 3 جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی، نیروهای انگلیس از منطقه بیرون رفتند و روز بعد از آن امارات متحده عربی مرکب از 7 امارت
از جمله رأس الخیمه و شارجه اعلام استقلال کرد. انگلیسی ها سری می‌خواستند هزینه های نظامیشان در خلیج پارس را کاهش دهند، اما امیر ابوظبی تلاش می‌کرد انگلیسی ها را از این کار منصرف کند. حراس اصلی امیر ابوظبی از ایران بود. در این میان بحرین هم بعد از 120 سال قرار داشتن در سیطره انگلیسی ها حالا برای خود استقلال می‌خواست، در حالی که به شکل سنتی در اختیار ایران قرار داشت. در مذاکرات فشرده ای که در سالهای 1347 تا 1350 بین ایران و انگلیس و به شکل متناوب با امیرنشینان دبی و رأس الخیمه و شارجه شکل می گیرد، درباره سرنوشت این سه جزیره و همچنین ماجرای اداره بحرین رایزنی می شود. این قسمت از خاطرات اسدالله علم جالب است که به بهمن ماه 1347 اختصاص دارد. حوالی عصر دنیس رایت، سفیر انگلیس، به دیدنم آمد. مطلب خیلی محرمانه‌ای به من گفت که کار جزایر تومب تمام است و قطعاً متعلق به ایران خواهد شد، زیرا به شیخ رأس الخیمه گفتیم که اگر با ایران کنار نیایی، چون جزایر بالای خط میانه واقع می شود، ایران آن را قانوناً و اگر قانونی نشد با زور خواهد گرفت و شیخ حاضر به معامله است. گفتم ابو موسی چطور؟ گفت این جزیره زیر خط میانه است. گفتم زور ما آنقدر هست که پا زیر خط بگذاریم، و آن حکایت لور را برای او گفتم. قدری خندیدیم و باز جدی شدیم. گفت اگر به زور متوسل شوید، روابط شما با اعراب هم به هم می‌خورد. گفتم به جهنم، ما از اعراب چه گرفته‌ایم مگر آنکه حالا مخارج دفاع خلیج فارس را بدهند، به شرطی که عمل دفاع در دست ما باشد. گفت میگویند آخر خلیج عربی است، چگونه ریش و قیچی را دست شما بدهند؟ گفتم قرارداد دفاعی 50 ساله میبندیم، چنان که شما با آنها داشتید. در نهایت در یک معامله بزرگ، ایران راضی به تعیین سرنوشت بحرین توسط یک همه پرسی می شود. در واقع به نظر می رسد از نگاه دستگاه دیپلماسی پهلوی، بحرین در آن سوی خلیج پارس بیشتر دردسر محسوب می شده است و ایران عزم کرده بود که به شکلی آبرومند از دست اداره بحرین خارج شود، بیان که اعتبار داخلیش به عنوان دولتی بی توجه به تمامیت ارضی زیر سوال برود. در 25 مرداد 1350 رفراندوم به اعلام استقلال بحرین ختم می شود که خشم بسیاری از رجال سیاسی و ملی را در تهران برانگیخت، اما دولت بلافاصله این استقلال را به خلیفه بحرین تبریک گفت. اما حکومت عزم خودش را برای جانشینی نیروهای انگلیسی در سه جزیره استراتژیک جذب کرده بود. این سه جزیره مورد ادعای دو شیخ نشین شارجه و رأس الخیمه بودند. مذاکرات با خلیفه های این دو شیخ نشین با موفقیت پیش می رود. قرار می شود ایران سالی 1.5 میلیون پوند به امیر نشین شارجه در ازای تسلط دوباره بر جزایر سگانه کمک مالی کند. در واقع هدف این کمک مالی تفاهم بر سر جزیره ابو موسی بود، وگرنه دولت درباره تومب‌های کوچک و بزرگ قائل به هیچ مذاکره‌ای با امیر رأس الخیمه نشده بود و این جزایر را به شکلی بی گفتگو متعلق به ایران می‌دانست، هرچند ابوظبی از جریان این مذاکرات ناراضی بود. به هر حال 8 آذر ماه 1350 ارتش در جزیره قشم موضع می‌گیرد. تا قبل از اینکه دولت امارات متحده عربی زاده و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، تکلیف این سه جزیره را مشخص کند. 9 آذر ماه 1350 ارتش به فرماندهی دریادار حبیب اللهی به سمت این سه جزیره حرکت کرد. در ابو موسی تنها جزیره مسکونی از میان سه جزیره یاد شده، ولی عهد شارجه شخصاً به استقبال نیروهای ایرانی شتافت و میان آنها شیرینی پخش کرد. مراسم در تنب کوچک معروف به تنب مار نیز بی هیچ حادثه ای به انجام رسید. در تنب بزرگ هم بر پایه قرار و مدار با شیخ رأس الخیمه و نمایندگان لندن قرار بود دست به دست شدن قدرت بی حادثه بگذرد، اما افسر نگهبان انگلیسی حاضر در جزیره از این توافقات بی خبر بود.
و به نیروهایش دستور مقاومت داد، در حالی که 3 نیروی نظامی ایرانی به عنوان نماینده‌های قوای ایران بی‌خبر از همه جا در حال حرکت به سمت پاسگاه تنب بزرگ بودند، با شلیک نیروهای حاضر در آنجا روبرو شدند و هر 3 نفر کشته می‌شوند. سروان رضا سوزنچی، حبیب الله کهریزی و آیت خانی. پس از این اتفاق نیروهای نظامی ایران به فرماندهی شهریار شفیق و ناخدا فرید خزعل به این پاسگاه کوچک حمله می کنند و پس از 10 دقیقه زد و خورد پاسگاه با 1 کشته تسلیم می شود. در بعد از ظهر پرچم ایران در بلندترین نقطه ابو موسی برافراشته می شود.